ولایت بامیان در سراسر افغانستان به خاطر داشتن زیبایی طبیعی و تا سال 2001 با داشتن یکی از عجایب ساخته دست انسان شهرت به سزای داشت. مجسمه های بودا، دو بتی که در قرن پنجم توسط راهبان بودایی ساخته شد، از چندین کیلومتری قابل دید بود و از سیاحین بیشمار را از سراسر جهان مجذوب خود کرده بود. بودا یک مجسمه ثابت مثل یک انسانی که در تصور خود مردمایی که صاحب عقیده بوده را ساخته بود، به مشکل بسیار با زیبایی، بسیار با وقار و عظمت در پیش تماشاچی ها به نظر می رسید. سابق بوتا را دیده بودم، بسیار با نقشه خوبش بود و اساس بود. یک کشورهای خارج مثلا می آمد با سیر از این ولایت بامیان خیلی منفعت ها می بود، مردم آید زیاد داشت، آید زیاد داشت. در ماه مارچ سال 2001 حکومت طالبان این مجسمه ها را که بلندترین آن 64 متر بود معبودان دروغین خوانده منفجر ساختند. میراث فرهنگی بامیان که قرنها قدامت داشت به یغما رفت. حال این بت‌های ویران شده به نشانه تعصب از ظلم طالبان مبدل گردیده است. این فصل تاریخ بامیان از بین رفت و هویت مردم بامیان صدمه دید، زیرا این مدنیت بازگو کننده قدامت چندین قرن بود. از سال 2003 بدین سو اداره یونسکو و سایر سازمان ها پارچه های از مجسمه های ویران شده بودا را ترمیم نموده آن را حفظ می کنند. در دهمین سال روز تخریب بت‌های بامیان که مطابق به سوم و چهارم ماه مارچ است، تصمیم گرفته خواهد شد که این محل چنانچه هست حفظ گردد یا اعمار مجدد گردد. برای تعداد مهم است که جهان هیچگاه روزهای تاریک حکمروایی طالبان را فراموش نکنند. در قدم اول من می خواهم که ظلم طالبان و بنیادگرایان را باید داشته باشم. مفکورهای آنها نهایت افراطی است و همیشه سعی می ورزند این نوع مفکورها در سراسر جهان تحمیل و گسترش یابد. ولی تقاضای تجدید سیاحت در بامیان در اذهان مردم که آرزو دارند اقتصاد ولایتشان رشد کند روشن است. تای بامیان هم شاید توسط طالبان تخریب شده باشه که شاید ما باید نداریم که چون ما خورد بودم زمان که طالبان بودها را تخریب کرده و زیاد تخریبش خیلی زیاد است و اگر جور شوم مردم بامیان خیلی خوش خواهد بود. اما کار ترمیم این بودها به مشکلات زیاد مواجه خواهد شد. مردم هنوز هم در مغاره های تاریخی که زمان مسکن راهبان بودایی بود زندگی می کنند. اکثر نقاشی ها در دیوارهای این مغاره ها به سرقت برده شده یا فرسوده گردیده است. در ضمن عدم موجودیت پول کافی برای نگهداشت آن در منطقه و جبران دهاقینی که در مزارع اطراف آن کشت و زرع می کنند از جمله این مشکلات است. توجه دولت مرکزی است در حراست از میراث های از آبدات تاریخی در ولایت بامیان. فرصت های زیاد برای پیشرفت اقتصاد بامیان در این محل نهفته است که با کمک آن مردم محل شمه از هویت و میراث فرهنگیشان را نیز حاصل خواهند کرد. ولی با نیازمندی هایی که افغانستان دارد، سرنوشت بت‌هایی که زمان یکی از عجایب جهان بود نامعلوم است. برشنا و مرخیل، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.